فربخش در سکوت گل محمد به ناچار سخن خود را پی گرفت و گفت: بدگمانی، میدانم. حتی به من بدگمان هستی. باش، ایرادی نیست. اما من آمدم تا قسم بخورم که بدخواه تو نبودم. هرگز. نه فقط بدخواه نبودم، بلکه هواخواه تو بودم. این با توست که باور کنی یا باور نکنی. اما به همین روشنایی خدا قسم میتوانم بخورم که فربخش دشمن و بدخواه گل محمد نبوده است. گل محمد چشم به آتش داشت و خاموش بود. می نمود که نمی خواهد با نگریستن خود در چشم های فربخش روانی گفتار او را دچار سکته کند. در این حال غافل از این بود که خاموشی او می توانست در گمان رئیس امنیه حمل بر ناباوری و بی التفاتی بشود. با این همه فربخش گویی به بازگوی پاره‌ای گفت و سخن آمده بود و در هر وجه و حال حرف خود را باید باز می گفت. اگر نیامده بودم و با تو گفتگو نکرده بودم آسوده نبودم، چون یقین داشتم که تو از من دلچرکین میماندی. این بود که آمدم. هرچند که به بهانه اتمام حجت پاتا آمدم، اما باز هم یقین ندارم که برایم گران تمام نشود. گیرم که گران تمام بشود، به جهنم. حالا که از اینجا بروم دست کم وجدانم آسوده خواهد بود. شاید سنگینی بار وجدانم زیاد اذیتم نکند. اقلن بگذار به همین فریب دل خوش باشم. All right.